تخریب دو مسجد در میانمار با واکنش کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد مواجه شد. این دو مسجد در فاصله زمانی 8 روز در ایالت کاشین و منطقه مسلمان نشین باگو در میانمار مورد هجوم بودایان افراطی قرار گرفتند. رابرت کولفیل سخنگوی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشستی مطبوعاتی نسبت به افزایش اقدامات خشونت‌آمیز علیه مسلمانان در میانمار ابراز نگرانی کرد و دولت این کشور را به اتخاذ اقدامات فوری برای ممانعت از وقوع حوادث ناشی از تعصب دینی فراخواندند. وی گفت گزارش های اولیه نشان می دهد که در جریان تخریب مسجد شهرک باکانات در ایالت راشین نیروهای پلیس حضور داشتند، اما در اتخاذ اقدامات لازم برای ممانعت از تخریب این مسجد ناتوان بودند. کولفیل افزود از طرفی مسئولان منطقه مسلمان نشین باگو تاکنون هیچ تحقیقاتی در این زمینه انجام ندادند. رابرت کولفیل در ادامه با اشاره به اینکه اقدامات خشونت‌آمیز ممکن است موج جدیدی از دشمنی و خصومت در کشور را ایجاد کند، از دولت میانمار خواست تا درباره این دو حادثه تحقیق کند. وی در پایان گفت عدم بررسی این گونه جنایات و عدم پیگیری مرتکبان آن این پیام را می‌رساند که حمله علیه اقلیت‌های دینی بدون هیچ مجازاتی در کشور میانمار ادامه خواهد داشت.